خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. تندرست باشید، بقیهش یه ذره مشکل من بگم. خوش و خرم باشید، خوش و خرم اصلا نیستید، ولیکن سلام بر انقلاب بفرستید، درود بر انقلاب بفرستید، در راهه حتما خوش و خوشحال خواهید شد. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو و به ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی هستم. خانم و آقایان، همه ما، دونه به دونه ما، فرد به فرد ما میتونیم که این آرزوی 43 ساله ملت ایران رو جامعه عمل میتونیم. همه شما میتونید مؤثر باشید. بمونم، من دیشب اینجا هفته آینده هالوینه و معمولا خب هالوین پارتی میذارن، دعوت میکنن. یه شرکت ایرانی آمریکایی از من دعوت کرد که بیام هالوین پارتی. گفتم آخه چه وقت هالوینه الان؟ الان مردم دل و دماغ ندارن. گفت من خواهش کنم شما بیاید سخنرانی کنید برای این ایرانی ها و آمریکایی های همکار ما و بچه هاشون که برای هالوین دارن میان، در مورد مسائل ایران صحبت. گفتم آکی، خوبه، میام. دیشب رفتم در این مراسم هالوین، البته گفتم که من به من گفتم سخنرانی کن. همون اولش گفتم ببین من نیومدم اینجا جشن شما رو به هم بزنم، چون الان خب یه سنتیه، بچهای آمریکایی هم همه دوست دارن که این هالوین داشته باشن، کاری ندارن که حالا تو ایران بچه‌ها مثلا بچه‌ها 3-4 ساله تو ایران چی میگذره، میخوان کار خودشونو بکن. بعد من اینجا سخنرانی طولانی سیاسی نبود و من اونجا برای چند دقیقه گفتم صحبت از من خواستی چش اومدم صحبت براتون میکنم. گفتم که هالوین شما که از امروز و امشب شروع شده مثلا تا هفته آینده چهارشنبه پنجشنبه ادامه داره، در ایران 6 هفته است که هالوین هست. 6 هفته است که مردم شبها بیرون میان و ارواح خبیث، چون صحبت در سن هالوین، شب هالوین ارواح خبیث، ارواح آزاد میشن و این بچه ها میرن در خونه ها میزنن بهشون. به چهارشنبه سوریه ماست، کدو گوشتن در خونه، چراغ روشن میکنن، درد سرتون ندم، شمع روشن میکنن، فضا رو خوفناک میکنن، ترسناکش میکنن. این شب هالوین بود. گفتم که الان 6 هفته است که شبهای مملکت ما هالوینه، ارواح خبیث شبها در خیابانها ظاهر میشن، حضور پیدا میکنن و جون بچه ها رو میگیرن، چون اینجا شب هالوین بچه های 4-5 ساله، 3-4 ساله، 5-6 ساله با پدر و مادرشون شبها میرن بیرون که به اصطلاح ارواح بهشون حمله نکنن، در ضمن بهشون شیرینی و نم شکلات و این چیزا بدن. مردم تو خونه ها شد میدن در میزنن به چهارشنبه سوریه ما. بعد در حالی که این الان در مملکت ما 6 هفته است که هر شب هالوینه و این ارواح خبیث با وجودی که والدین هستن جون بچه ها رو دارن میگیرن. حضور بینندگان عزیز، عرض شد که گفتم شما از من میپرسید، خب همونطور که تو گزارش های مختلف من هم در تلویزیون هم در فیسبوک میذارم، به هر حال این روزها من زیاد دعوت میکنن این ور اون ور که برای گزارش. به هر حال من اینجا 42 سال تلویزیون دارم و اینا و برنامه تلویزیونی دارم، به هر حال دیگه میشناسن کم و بیش. و گفتم که شما مرتب من هر چی میبینید میگه آقا ما چیکار از دستمون برمیاد، ما چیکار میتونیم بکنیم. و من امشب خدمت رو عرض میکنم که شما یک حرکت بی خطر میتونید بکنید و اون اینه که خیلی ساده است، خیلی ساده. گفتم که شما این اسکناس های پول، پولای اسکناس 1 دلاری، 2 دلاری، 5 دلاری، 10 دلاری، 50 دلاری، 100 دلاری که هر روز اینا رو میدید و میگیرید، بیاد رو تمام این اسکناس ها بنویسید وومن Life and Freedom، یعنی همین شعار زن، زندگی و آزادی.
روی اسکناسای $2 بنویسید و همین به مغازه دار به جایی که میرید در واقع خرید میکنید اینا رو بدید. و این تنها کاریه، بی خطرترین کاری که شما الان در هر کشوری که هستید این کار رو باید بکنید. نه جرمیه، نه خلافی کردید، نه خرابکاری کردید، هیچ. رو اسکناس های روپیه هست، نمیدونم فرانک، نمیدونم ینه، هرچی که هست رو اسکناس های کشوری که دارید زندگی میکنید این سه کلمه رو بنویسید و شاید هم مثلا آخرش بنویسید ایران، حتی بینید فریدم، بنویسید فریدم فور ایران. این رو بزرگترین شکل تبلیغات ارزون و مو ارزون که اصلا که مو برای حرکت شماست، چون ما به پشتوانه و پشتیبانی احساسات مردم جهان این روزا به طور وحشتناک پشت سر ماست، بی سابقه پشت سر ماست، اینو با واسه زنده نگه داریم. این سخنرانی بود که من دیشب در چند دقیقه در یک شرکت آمریکایی ایرانی در شمال کالیفرنیا انجام دادم و به نظرم با استقبالم روبرو شد. اما اجازه فرمایید من اینجا دیگه سخن کوتاه کنم، چون من دو سه تا مهمان دارم، خانم هما احسان هستن و آقای آزاد امیری هستن و باز سعی میکنیم آقای حسین فرجی رو داشته باشیم. پیام‌ها رو ببینیم و برمیگردیم، با ما باشید. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408 866 6400. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408 247 4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه.
هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود، اتومبیل فورد فور ویل درایف در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، انفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهویا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاه دامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیون اسکریت بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. Unique sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خب آقای آزاد امیری با اشکال کسی که تکنیشن دارن و نتونستن بیان رو ایر، خانم هما احسان داریم، آقای حسین فرجی هم که من گفتن میگن اینقدر سرمای شدید خوره که صداش اصلا در نمیاد. بله خب خوشحالیم که همه سالم هستن، جو سرما خوردگی چیز بزرگی نیست و بازم خوشحالیم که حداقل خانم احسان رو از این اعلامی که من آغاز برنامه کردم داریم در خدمتشون هستیم. سرکار خانم احسان سلام عرض کردم. خانم درودی بسیار بر شما آقای جلدار عزیز. ماشاءالله امروز به نظرم سرحال میایید خانم احسان. امروز تصادفاً خیلی حالم بهتره، یعنی برای یه جراحی بزرگ که کردم به هم قول داده بودم که امروز حالم بهتر میشه و شد. آره. و شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر. در خدمت خانم احسان. ببینید اوضاع خیلی خرابه ها. نه خیلی آباد روزا. نه اوضاع آخوندها خرابه ها. اوضاع خیلی عالیه، خیلی عالیه و فکر میکنم دیگه ماهی به دومش رسیده. این به اصطلاح تظاهرات عظیم همبستگی و پیوستگی ایرانیان داخل و خارج و تظاهرات زنان محجبه در کنار زنان بی چادر شده و بی حجاب شده به نظر من یک حماسه تاریخی است. و من وقتی میبینم که این زنان با روسری در کنار زنانی که شهامت این رو داشتن که این روسری ها رو بردارن و در آتش بیندازن و دورش برقصن و
یک حماسه بیافرند، هم آهنگ و هم بسته فریاد میزنند آزادی آزادی، زن و زندگی آزادی، یعنی حزم میکنم و فکر میکنم خدا رو شکر که اگر ما از پا افتادیم این جوون ها، اینا نوه های من هستن، این نوه های من پایدارن و میدون. اگر من از صدا و فریاد افتادم، عوضش این نوادگان من فریادشون رساست و چه دارن میکنن شب و روز. شبها این فریادهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، که تمام فضای تهران و شهرهای مختلف رو پر میکنه بدون اینکه معلوم باشه کی داره اینو میگه، وای به هر دید هیجان انگیز و دل انگیزه که من واقعا حزم میکنم. این انقلابه، انقلابی که زنان اینک راه انداختن و رهبری میکنن، شبیه انقلابات سنتی گذشته نیست. این انقلاب یه جور دیگه است و توش یک مغز متفکر جمعی وجود داره. میگن رهبر، رهبر باید میداشتیم، رهبر چرا نداریم، یه نفر رهبر نیست. ولی من میبینم که اینجا یک رهبری گروهی وجود داره و متفکر و همه جانبه بین و برنامه ریز و پیگیر، و واقعا من به این نسل جوان و این دخترای جوان افتخار میکنم و مطمئنم که اینها کار رو به سامان خواهند رساند. اگر حتی اگر عمال حکومت به تکرار اونها رو مورد ضرب و شتم قرار بدن و تیر بزنن و ساچمه بیاندازن و همه اینها، این نسل مصممه، این نسل براندازه و برخواهد انداخت. و خدا رو شکر که من تا این عصر زنده هستم که این حرکت و این جنبش و این قیام و این در واقع انقلاب رو ببینم. آی ستار، ما واقعا در زمانی زندگی میکنیم که یک اتفاقات مهم میداره میفته. نگاه کنیم به این تصاویر، این دست به دست دادن ها. اصلا کسی نمیپرسه تو سلطنت طلبی یا جمهوری؟ نه واقعا نمینه. این ویژگی عجیب غریبشه خانم الستان. و بعد هم چیز جالبی که اون دفعه هم خدمتون عرض کردم و به تکرار در این تظاهرات من میبینم، و این نشون میده که یه سرمایه پول هنگفتی نریختن با یک تشکیلاتی و بنرهای از پیش آماده و اینها. این کاغذهای خط نوشته ایه که همه جا افراد بلند میکنن و این نشون میده که این جنبش ملیه، این جنبش ایرانیه. خط هیچ کس، دست هیچ خارجی توش نیست، بلکه این جنبش و این حرکته که قدرت‌های جهانی رو وادار به تغییر سیاست میکنه. بله. حالا خانم احسان شکست کلامتون، من یه توضیح خدمت رو همه الان دارید شما در مورد این که این جنبش ایرانی هست، دست خارجی هست. همین چند ساعت پیش سپاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات
یه بیانیه 30 صفحه منتشر کردن، 30 صفحه و از اول تا آخر این بیانیه صحبت بر سر اینه که اولا حرکت اصلی رو پایه‌گذارش CIA و موساد اسرائیل هستن و بعد شما نگاه کنید تمام آدمایی که تو خیابونن میگه که مردم ناراضی به دلیل نارضایتی از رضا شرایطش نمیرن تو خیابون، اینا رو تهیج کردن بسیج کردن که بیان علیه کلیت نظام تو خیابونا بیان، نه برای موضوع خوبه، میگه خیلی جالبه از رو اینا نمیرن، میگه که آقا این مردم اعتراضی ندارن، اعتراض به رژیم نداره، اینا رو خارجی انداختن. دو، تمام اتفاقاتی که افتاده از اعتراضی یک دونش اینا قبول ندارن که خطای خودشون بوده، اصلا باور که اینه، من این 30 صفحه اطلاعی بیانیه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بکنم واقعا دیوونه میشن، میگم آقا اینا چشونه بابا لامصبا، یه جایی بگید ما آره اینجا اشتباه کردیم، مگه میشه همین حکومت آمریکا، همین مترقی ترین حکومت های دنیا کلی اشتباه دارن، تو مجلسشون میگن آقا ما اشتباه کردیم، وزیر عوض میکنن، نخست وزیر عوض میکنن، وزیر امور خارجه رو عوض، اینا 30 صفحه بیانیه لامصبا نه یک کلمه اش میگه که ما اشتباه کردیم، همه کارشون اینا درست بوده، این چی میگم شیطان بزرگ آمریکا، این شیطان بزرگ موساد، اصلا حکومت خاصه به صهیونیستی اینا اصلا تو مملکت، اصلا من میگم خب بابا لامس یه جایی بگی ما آخوندن بی عرضه بودیم، یه جای کوچیکش قبول کن، یه جای کوچیک فرق نمی کنه آقای ستار دلدار، آیا این بیانیه 30 صفحه یا 300 صفحه یا 3000 صفحه کوچکترین تأثیری در حرکت مردم و قصد مردم، نیت مردم داره؟ نداره. اینا تلاش های مذبوحانه است و طبیعیه، همه دیکتاتورها در روزهای آخر عمرشون یک حرکت های عجیب و غریب می کنن، یه حرفای عجیب و غریب می گن، شایعات عجیب و غریب راه می اندازن. ملت ایران اصلا اعتنایی به اینها نداره و به عکس ما می بینیم آمریکا در صدد این بود که در برجام هر جور شده یه دخالتی کنه، ورود وارد بشه به قضیه، کار رو این ملت به جای رسوندن که آمریکا علناً اعلام کرد ما دنبال برجام نیستیم و ما نگاهمون به مردم ایرانه. یکی پس از دیگری سیاستمداران اومدن و این رو گفتن. عرض کنم که نه، این داستان دیگریست. حالا میدونید که فردا روز کوروشه، درسته؟ بله بله، 7 آبان. و مردم داره از خیلی وقت پیش تدارک دیدن که برن به آرامگاه کوروش و البته حکومتیان و این قدار بندانشون هم میدونن اینو، بنابراین اونها هم از خیلی وقت پیش تدارک دیدن که نگذارن این امر اتفاق بیفته. یکی از تدارکاشون و تریکاشون و به اصطلاح بازی های سیاسیشون این قضیه شاه چراغ شیرازه. آره این هم جالبه، دوباره که میخواستم با تو صحبت کنم این شاه چراغه. آره بله خیلی جالبه، اینا خودشون به شاه چراغ حمله کردن، یه آدمای رو هم کشتن و حالا جسدشون رو علارغم باورهای مذهبی و دستورات مذهبی نگه داشتن، در حالی که بایست 24 ساعت بعد از فوتشون دفنشون کنن مطابق شریعت اسلام، ولی این اجساد رو نگه داشتن تا فردا که میخوان تشییع کنن که یک اولا تفرقه باشه بین مردم، اگه یه عده میرن به آرامگاه کوروش، حالا یه عده هم بیان به شاه چراغ شیراز یا به هر جا که اینا رو دفن میکنن،
و اینا حرکت های مذبوحانه است. کار رژیم رو بانوان و دختران ایران تمام کردن. درود بر این دخترها. این دخترها و این نسل جوان آقای دلدار کسانی هستند که من و شما اونها رو بی‌وطن کردیم. ما اینها رو به این ورطه انداختیم. پدر و مادرهای اینها، پدر بزرگ و مادر بزرگهای این جوانها هستند که این جوانای نازنین رو که یکی پس از دیگری پر پر میشن رو به این ورطه جمهوری اسلامی انداختن. حالا من تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم، این پدر مادرهایی که یک چنین بلایی بر سر نوادگانشون آوردن حالا کجا؟ کجان که کنار این جوونا، این نوه‌ها حداقل وایسن؟ کجان؟ شما تو این فیلم ها نگاه کنید، تک و توک یک آدم مسلم میبینید. اصلا انگار این نسل بی پدر مادره، پدر بزرگی نداره، مادر بزرگی نداره. شرم بر ما، شرم بر این نسل پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر و پدرهایی که کنار این بچه هاشون را نمیرن و فریاد نمیزنن. واقعا تاریخ در الان امروز آخر آماری که منتشر شد همین داستان که شما فرق 253 نفر کشته شدن تا حالا که 27 تاشون بچه بودن. واقعا و خاطرتون باشه جناب سرکار خانم هما احسان، اکثر اینا زیر 30 سال بودن کشته شده ها، تقریبا اکثر قریب اتفاق همه زیر 30 سال بودن. تک و توکی هم سن بالا بودم و دیگر اکثرشون 30 سال و 27 بچه. این آخو حکومت بچه کش اجازه فهمید که خانم احسان بریم باید چند تا پایین بازرگانی ببینیم و برگردیم و در مورد همین ماجرای شاهچرا، ماجرای شایعی که داره شدت میگیره که خامنه ای درگذشته و این چی میگم هفته دوشم چهارشم من در مورد این مسئله صحبت کردم. جمهوری اسلامی دو نوع تبلیغ داره میکنه، یکی این کاری که کرد شاهچرا، دومین کاری که داره میکنه در واقع میگه اگه ما بریم ایران تجزیه میشه. اضافه این پیما رو ببینیم، برگردیم با شما در این دو رابطه یا چند رابطه دیگه صحبت کنیم. با ما باشید. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوار روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه،
یگانه یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی، سن هوزه. هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. نشون بده چراغ و نشون بینندگان عزیز و محترم، عرض شود که یک فیلم از مدار بسته از شاه چراغ است که نشون میده. آخه اینا گفتن جمهوری اسلامی که همون روز اول هم همون تقریبا ساعت اولی که این تیراندازی شد برای من شروع شد و درست خبری که نشته بود اومده بود نشون یک ساعت پیش و من همونجا گفتم که این کار خود جمهوری اسلامی است. باید افکار عمومی رو منحرف بکنه به سمت دیگه و مردم بگن ببینید عربستان سعودی تکفیری اومدن و میخوان مملکت بگیرن و اومدن به پایه‌های دین شما رو دارن این تکفیری‌ها ازتون میدوزن و شمایی که باید نماز میخونید دارید عبادت میکنید میکشن، در حالی که حالا فردا اعضای ملی اعضای عمومی اعلام شده توی کردستان توی سیستان و بلوچستان 80 تا 100 تا رو کشتن. یه ساعت عزای عمومی اعلام نکرد، اونا هم سر نماز بودن،
اونا هم در سیستان و بلوچستان سر نماز بودن، اما چون سنی بودن یک ساعت یک دقیقه عزای ملی اعلام نشد، ولی که برای اینا فردا عزای ملی. این حکومتی که شاهدش هستی در هم موقعیتی دارن استفاده میکنن که بمونن به هر ترتیب، ولی این دفعه هیچ ترتیبی برای موندن وجود نداره. آقای امیر خان شورتی این فیلم نشون بدید، ممنون میشم. دارن نشون میدن. امیر این اون تصویر قبلی نشون بده، من نمیبینم. آه همین که قبل از خانم استان بیادن اون. آها این نگه دار. نبیاد. خب مشاهده فرمودید و به قول امیر شهرتی و چند جام به این نقطه اشاره شده که در حرم شاه چراغ به اصطلاح بازرسی میشن، جستجوی بدنی مردم میشن، نمیتونن یه ناخونگیر با خودشون برن توی چاق کوچولو باشه، چجوری این تونسته بیاد تو اینجوری راحت بکشه. و بعد چه میگن داعش؟ داعش کیه؟ کجاست؟ مقر داعش کجاست؟ سازمانش کجاست؟ آدماش کیه؟ علاکی بیانیه میدن که آقا داعش گفته من آقا پذیرفتم. نه آقا خودتون که علی داعش هم خودتون. بله. و اومدید حالا درست هم برسجون هم بفهمید. به نظر من اینا انقدر احمق هم که یادشون میره، نمیدونن بابا این مدار دوربین های مدار بسته داره فیلم برداری میکنه و یه روز این آبروریزی میاد روی تلویزیون بنده و شما. همین کاریه که با زندان اوین کردن، بازی که سر زندان اوین را انداختن و آتش سوزی که در زندان اوین را انداختن، جز آبروریزی و توپ سر بالا برای خودشون هیچ نتیجه نداشت. هیچ. بله اینا خانم احسان انواع اقسام سناریوهایی که برایشون اصلا مهمی چند نفر میمیره، کی میمیره، کی زنده، اصلا برایشون مهم اصلا چیزی که برای این حکومت این آخونده اصلا وحشتناک کردن، یعنی وحشتناکتر از اینا فقط همه ارواح خبیثه که شبهای نمیدونم خالوهی میان که اینا واقعیت نداره. نه. اونی که واقعیت داره این خباست این آخونده است. درسته. آخه شما فکر کنید اون زمان سینما ارکس آبادان آتیستان 450-770 نفر بود. بله. حالا برای موندن خودشون به قول شما اون که در بند و اسارت آتیشش میزن تو زندان، اینی که اومده نماز بخونه، عبادت بکنه، زیارت بکنه، دنبال اعتقادات مذهبی خودش، اینا خودشون اینا رو میکشن فقط برای اینکه خودشون بمونن. آخه من میشه چنین چیزی؟ بله میشه. اونم در لباس روحانیت، در لباس خدا، نمایندگان خدا. بله. آبروی خدا، محمد، اسلام، شاه چراغ همه رو بردن. بله. خانم هما احسان یک اتفاقی برای من افتاده خدمت رو عرض کنم. پریشب یک شخص، یک آدمی که گاه گداری به من زنگ میزنه، شاید مثلا واقعا دارم بهتون، شاید یه سالی یه دفعه به من دیدم ساعت یک بعد از شب به من زنگ زد و من معمولا یه ساعت 8 شب به بعد تلفن رو بر نمیدارم، ولی اون شب داشتیم با سرو خانم کار میکردیم برای مجله، این تلفن زنگ زد. گفتم ای بابا این چیه یه ساعتی یک بعد از شب؟ گفتم تلفن بردار. من با اکراه بردارم، گفتم بردارم عادت میکنه، حالا امشب ما داریم تا صبح کار میکنه برای مجله آپادانا، ولی که فردا شب زنگ بزنیم که ما این ساعت بیدار نیستیم که عادت میکنن اینا. گفت بردار. ما هم برداشتیم. دیدم طرف که گاه گداری به من زنگ میزد و خبرهایی به من میداد و من بعدش هر روز میدم این خبرها درسته. اون شب به من زنگ زد، خواستم فقط اینه بگم ببخشید دیر وقت فلان میدونم اینا، خلاص معذرت خواهی، خواستم زودتر به تو بگم.
خامنه‌ای مرده. گفت شما خبر شایعه تو 23 روز زیاد شنیدید. ولیکن الان من به یه قاطعیتی رسیدم که خامنه‌ای مرده. گفتم قاطعیت چند درصده؟ خودت دیدی جنازه رو؟ گفت نه جنازه رو ندیدم. بعد 99 درصد مطمئن شدم که مرده. گفتم 99 درصد خیلی زیاد. و نظر اونی بودش که چی بدلش خامنه ای که میگن یا شخصی به نام میر طاهر، این میاد و دنباله کارهای خامنه ای رو انجام میده، از جمله امضای برجام، و بعد چند ماه میگن خامنه ای مرد که بگن برجام خود آقا امضاش کرده. این نظر این دوستی بود که نصف شب در یه ساعت بی وقتی به من زنگ زد. البته من اینی که دارم میگم منبع خبر من نیستم، نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، ولی اون آدمی که به من زنگ زد در تجربه گذشته نشون داده که به من خبر بد ناجور نده، غلط نده. اینم داره. نظر شما چیه؟ بود و نبود خامنه ای چه اثری داره؟ عرض کنم که شما منو به یاد یه خاطره انداختین از خمینی. من در پاریس بودم و با این منوچهر گنجی مثلا کار میکردم و خدا رحمت کنه دکتر کوروش آریامنش با گنجی کار میکرد. مثلا یه دفعه اومد پیش من گفتش که فلانی من میخوام یه خبری رو بدم و میخوام تو حمایت کنی. گفتم چیه؟ گفت من میخوام بگم خمینی مرده و تو هم بگو آره مثلا رابطای من در ایران گفتن که مرده. و هم واقعا چه جوری گفتش که هیچی بگو داشته بلند می شده سرش که هیچ رفته افتاده. و اینو یکی از پاسدارای نگهبان خودش به ما خبر داده. گفتم باشه. بعد اینو داد به گنجی، خبر رو داد به گنجی به عنوان خبر. گنجی به من تلفن کرد که شما چیزی شنیدین از تهران اینا؟ گفتم والا بله، میگن خمینی داشته بلند میشده سرش که شده افتاده اینجوری مرده. گفت راست میگین؟ گفتم والا من اینو یکی از به اصطلاح ایجنت های من گفته. گفت عجب، شما با دکتر مظلومان صحبت کردین اخیراً؟ کوروش آریامنش اسم اصلیش رضا مظلومان بود. بله. گفتم که چطور مگه؟ گفت شما با رضا با مظلومان صحبتی نکردین این روزا؟ گفتم که چرا، پری روزا اینجا بود با هم صحبت کردیم. گفت نه امروز. گفتم نه چطور مگه؟ گذشت. یه 10 دقیقه دیگه تلفن کرد که خانم احسان من میام راننده با راننده میام دنبال شما، بریم خونه مظلومان. گفتم باش. خلاصش کنم، رفتیم خونه مظلومان. مظلومان پریتند کرد که از تهران بهش تلفن میشه و تایید میکنن این خبر رو. این خبر رو آقای گنجی داد به پیتر سالینجر. پیتر سالینجر خبرنگار معتبر ABC بود، NBC بود در اروپا، و این خبر رو داد. پیتر سالینجر داده دیگه، اصلا از این ممنون. یعنی اونم پیتر سالینجر رو اعلام کرد؟ بله. من و مظلومان میخندیدیم وقتی که این خبر از تلویزیون پخش شد. میخوام بگم که یعنی اینجوری داستان. اینم من خیال میکنم، البته میدونیم که خمینی 2-3 مرتبه مرد و زنده شد، مرد و دوباره زنده شد. و این قضیه پیتر سالینجر خیلی جالب بود که ما نده آران تعجب رو از اون خبرنگار نمیدم کارکشتی استخوندار بیاد. حالا منم گفتم داستان تعریف، گفتم من تعریف میکنم و تصدیق میکنم، ولی آقا خیلی با اطمینان پیش وقتا به من خبر دروغ نداده. خیلی با اطمینان این رو آقا من میخوام تو بدونی اطمینان داشته باش. حالا ولی که من الان اینو گفتم، نگفتم من تایید میکنم. من تلفن کرد چند وقتی پیش، یعنی 3-4 هفته پیش،
گفت که خامنه ای مرده و بردنش به نجف و بعدم یه کلیپ های فرستادن که در نجف نمیدونم چجوری دارن میبرنش و دفنش میکنن، ولی من باور نکردم و دونستم که از این حقه های خودشونه. حالا انشاءالله که مرده، ولی من تصور نمی کنم این مرد نباید بمیره اینجوری. حالا زوده بمیره، این باید تو قفس، من ببینمش تو قفس دادگاهی میشه، یا ببینمش توی سوراخی مثل چیز صدام از این سوراخ میکشنش بیرون. اینجوری مردن اصلا نه، خدا نکنه. خب ما آرش مردن کسی نداریم خانم. حتی امروز هم من دیدم که خامنه بیانیه ای در مورد این ماجرا شاهچراغ منتشر کرد. امروز صحبت بیانیه بود که محکوم کرده بود. راجب چی منتشر کرده؟ بیانیه چی؟ بیانیه علیه اینکه میگو ما آره اینا دشمنان هم دونم. بله بله از همین چیزایی که معمولا میگه دشمن اومد دشمن اومد. حالا این یارو اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همش از آقا یاد گرفتن، همش کن دشمن بابا. خود دشمن مردم ایران هم. بله. اما هم مردم ایران به خدا آمریکا نیست. خاک بر سرتون که دشمن اومده تا اینجاتون و همه چیز مملکت رو داره هدایت میکنه و شما اونجا خوابیدین مثل یه لاشه. آقای چه خاک بر سرتون اگه دشمن میتونه بیاد یه همچین کارهایی بکنه که شما میگین. آخه شما چی کاره این پس؟ منم اینو دو دفعه گفتم شما چی کاره پس اینا راحت میان مثل حیات خلوت شد. اسرائیل حیات خلوت شد. بله اینو کشتن اونو کشتن این پایگار زده راحت میان هم پایگار چکن میکنم دیگه. حالا اینا قراره اسرائیل نابود کنن. بله. اونها هستن که حیات خلوت شد. بله. خلاصه این داستان از این قرار. حالا من یه سوالی برام مونده تو این 4-5-6 دقیقه وقتی که داریم اینه. اینه قبلا هم برنامه قبلی هم مطرح کردم. دلم خواهد از زبان خانم ژورنالیستی که اسمش خانم اوما احسانش، اولین ژورنالیست زن ایرانی بوده، 65 سال اگه اشتباه نکنم سابقه دارن و اشکال نداره که اینه از زبان تکرارش سوال تکرار کنم از شما جوابش داشتم چون قبلا این سوال رو هفته پیش کردم. خانم احسان غیر از این کارهایی که رژیم داره میکنه، اینجا رو منفجر میکنه، زندان آتیش میزنه، حرم مطهر شاه چراغ رو نمازگزار رو به گلوله میبنده، همه اینا خب همه دیگه الان ملت میدونه همه اینا تلاشه. یه تلاش دیگه هم جمهوری اسلامی داره میکنه، میگه که اگه من برم ایران تجزیه میشه. نظرتون چیه؟ ابدا چنین اتفاقی نمیفته. ایران از این بدبختر که اینک شده هرگز نخواهد شد. این ملت منسجمه. هیچ وقت هیچ کردی، هیچ آذربایجانی، هیچ لوری، هیچ سیستانی، هیچ با همه این فشارهایی که روشون میاد، شما یک بار شنیدین این روزها ندایی پیامی از تجزیه طلبی ما میخواییم جداشید بلاد اینا؟ نه هرگز وقت هیچ وقت ملت ایران اینجور منسجم و متحد و همبسته نبوده که اینک هست. این مزخرفات رو اگه نگن پس چی بگن؟ وای اگه من برم مملکت تجزیه میشه. خب شما بمشو برو ببین که نمیره، نمیشه، نمیشه تجزیه. خب خانم احسان زمانبندی داری برای این که ببینیم که این حکومت چجوری میره، کی میره؟ والا نه دقیقا پیش بینی کرد، برای این که میدونی یه انقلاب یه جریانه، یه اتفاق نیست و این انقلابی که الان ما میبینیم پایه‌هاش از چند سال پیش ریخته شده، از این مظالمی که این ملت در صور گوناگون دیدن و تجربه کردن تا به اینجا رسیدن. اینی هم که به اینجا رسیدن
باید هنوز خیلی جلو بره. حرکت بعدی به نظر من حرکت به هم پیوستن این گروه های پراکنده است در یک راه پیمایی عظیم. یعنی این جمعیتی که اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، اینا در یک راه پیمایی عظیم را میفتن و اونجا دیگه حرف آخر رو میزنن. ولی زمان نمیتونی بگی کیه؟ دور نیست. دور نیست. دور نیست. بله، من دارم میبینم این آمادگی رو در این گروه ها که به هم بپیوندن و یک راه پیمایی عظیم راه بیاندازن. ببینید، تصور کنید که این گروه های گله گله حالا را بیفتن به یک سمت و سوی حرکت کنن و این دور نیست، همین روزا این اتفاق میفته. آماده هستن، آماده هستن و این اتفاق بفرمایید این اتفاق میفته. خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم اما احسان که امروز شما بعد از اون عمل جراحی دعوت من پذیرفتید. خب بالاخره دوست چندین و چند ساله هستیم دیگه. ممنونم که اومدید نشستید و گفتید دردم ندارم. خیلی خوشحال شدم. مشکل قبلا این بود که نمیتونید بشید که با پسرم میخوام برم دیت. با پسرتون برید دیت؟ رانده او دارید هستم؟ بله. اینجا میگن دیت، ما ایران که بودیم میگفتیم رانده او. بله، ما رانده او داریم. هیچ وقت یه کلمه فارسی برای رفتم بیرون با یه دختر یا پسر تو ایران نداشتیم، یا فرانسوی بوده یا آمریکایی بوده. خیلی خوب، خوشحالم که سالم هستید. بعد یه ذره نگرانم از این که دوست عزیزم حسین فرجی خب از اولم مریض بوده، حالا مریضه، روزم نتونست. اصولا حال عمومیش خوب نیست، حالا هوا سرد شده، منم یه ذره سرما خوردم، ولی که امیدوارم فقط سرماخوردگی باشه آقای حسین فرجی. انشالله حالش خوب. آره، من همه بالاخره فصل عوض شده، هوای بهش گفتم هوا دزده، حالا منم یه ذره سرما خوردم، ولی که به هر حال آرزو میکنم که ملت ایران در واقع یک تومور مغزی داشتی. حالا من یه ذره سرما خوردم، حسین فرجی شما کمر درد داشتید، عمل کردید، ملت ایران یه تومور مغزی داشته. امیدوارم که این عمل جراحی با موفقیت تموم بشه و تمام این 80 و چند میلیون جمعیت ایران به یک اندیشه روشن و با یک اندیشه تازه بتونن که مملکت ما رو به پیش ببرن. سپاسگزارم از تماشاگران عزیز که ما بودن، سپاسگزارم از امین شهرت کارگردان فنی گپ خودمانی، و یک سپاس دارم، سپاس بیکران، و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که ما جان داد تا فدای نام شب روزتون خوش باشه.